خانم آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان از من به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. شما همیهنان گرامی، در عرض 32 سال گذشته که بختک جمهوری اسلامی بر سر میهن ما افتاده، بارها و بارها شاهد بودید روزخانها و اعوان و انصارشون مرتباً از پیشرفتهای علمی در همه زمینها، از معالجه سرطان گرفته تا بیماری سرع تا خطرناکترین بیماری ها رو اعلام کردن که دانشمندان ایرانی اونها رو کشف کردن. در زمینه فضا و هوا انواع و اقسام موشک ها رو فرستادن به آسمان و در زمانی که 40 سال قبل یک انسان در کره ما پیاده شد، ما تازه یک کرم خاکی با یه موشک هوا کردیم و قراره در 10 سال آینده یه طول سگی، یه بچه گربهی، یه چیزی قراره، اینطور که مطبوعات جمهوری اسلامی میگن، بفرستیم به فضا. دیگه از غنی کردن اورانیوم در آشپزخانه به وسیله یک بچه 10-12 ساله که آقای احمدی نژاد گفت گرفته، تا دانشجوی دانشگاه که به اسم دانشمند اتمی ترور شده و دانشمندانی که انواع اقسام موشک‌های با برد کوتاه و متوسط و بالستیک مرتبا دارن در آزمایشگاه‌های جمهوری اسلامی کار میکنن آگاهی پیدا کرد. همه اینها در اثر سیاست‌های داهیانه جمهوری اسلامی حاصل شده در عرض 32 سال گذشته که ما می‌بینیم بدیهی‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین مسائل در اون مملکت از نظر این اراذل و اوباش و روزخانه‌ها لاینحل. حالا امشب اشاره می‌کنیم بهش. اما چطور در یک همچین محیط پرتشنج، در شرایطی که دانشگاه‌های ما نصف بیشترش رو این اراذل و اوباش بسیجی و جهال بسیجی پر کردن به عنوان سهمیه، این همه پیشرفت حاصل شده در حالی که حتی مجلات پزشکی و علمی هم از یورش این جزمه‌های رژیم در امان نیستند و وزارت ارشاد اسلامی حتی مطبوعات تخصصی پزشکی رو هم مورد یورش قرار داده و توقیف کرده. این مسائلی که من عنوان میکنم از همیهنان گرامی، هرگز با این که بچه های ما چه در ایران و چه در خارج از کشور فعالانه در راه علم کوشش میکنن و به درجات بالا هم رسیدن نیست، منظورم نفی اونها نیست. برادران علایی امروز در نیویورک جایزه خانم الیزابت تایلور رو، اولین جایزه شو، به خاطر فعالیت برای از بین بردن بیماری ایدز دریافت کردن. دوتا برادرهایی که همین چند وقت قبل به جرم جاسوس در زندانهای جمهوری اسلامی بودن، جرم این دوتا برادران علایی که کردم هستن و جزو افتخارات مملکت ما هستن، پزشکن هر دو، این بوده که در مجامع بین المللی همکاری میکردن برای نابودی بیماری ایدز و مهار کردن این بیماری، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در عراق، چه در کشورهای دیگه. اینا رو گرفتن، یک سال خورده ای و یکی دیگه شون هم حدود نزدیک به
9 ماه در زندان نگشتن به جرم جاسوسی و بالاخره روی اعتراضات جهانی و بین المللی این دو برادر رو آزاد کردن و این دوتا به خارج از کشور اومدن. مجامع علمی جهانی اینا رو سرشون گذاشتن. عمیانان گرامی، جایزه خانم الیزابت تایلور رو که وصیت این هنرپیشه بوده و برای اولین بار امسال اجرا شده، به این دوتا برادر تعلق گرفت. شما در سال گذشته و سالهای قبل اگر تو لیست کسانی که جوایز بین‌المللی رو درو کردن، چه جشنواره‌های فیلم و چه به اصطلاح جوایز حقوق بشری و روزنامه نگاری، اکثرا بچه های ما، عمیانان ما، زنان و مردان ما بودن. اما اینا فرق میکنه با رژیمی که یه عده عازل و باش رو آورده و اینا رو حاکم کرده و سرنوشت ما. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یه مردک 250 کیلویی به اسم آقای سلشگر گوچلی فیروزآبادیه، دکتر دامپزشک بیتار، هیچ تحصیلات نظامی و سابقه نظامی نداره. در ایران 13 سلشگره، ایشون یک سلشگر با ارشدیته که آقای خامنه‌ای بهش داده. چرا خیال میکنین؟ برای اینکه در مشهد جزو شاگردان آقای خامنه‌ای بیگه، این چقدر بدبخت بوده و همین آشنایی باعث شده که ایشون با ارشدیت شده سرلشکر و فرمانده کل ستاد ارتش، ستاد نیروهای مسلح ایران. خب این آدم با این سوابق شما خیال میکنین چیکار کرده؟ دو تا کتاب نوشته، یکیش در مورد ظهور آقا امام زمانه، بله همین بوکلی که دست چپ مقام معظم روزخان بزرگ و فرمانده کل قوا. تو رو خدا قیافه رو نگاه کنی، مثل لورل هاردی، مثل نمیدونم چی آدم بگاه، اینا رو نگاه کن. این با این شیکم و 250 کیلو وزن قادر تو رو به خدا فرماندهی بکنه؟ شما این جنرالای غربی رو، حتی جنرالای کشورهای معمولی رو دنیا رو نگاه کنید، همه لاغر، همه فعال، همه ورزشکار، اینا رو نگاه کنید. 250 کیلو اینقدر آدم اومده شده رئیس ستاد کل ارتش ایران، کل نیروهای نظامی ایران با حفظ ارشدیه. حالا این آدم یک کتاب راجع به آقا امام زمان نوشته و یک کم راجع به انواع و اقسام به اصطلاح دعاهای مربوط به عاشورا، دعای کمیل و از این حرفا. یه فیلم هست از این، متاسفانه نتونستم گیر بیارم، فکر می‌کنم برنامه‌های آینده بهتون نشون بدم، که ایشون رفته پشت بلنگو، پشت میکروفون و برای دانشمندان نمیدونم نخبه هایی که تو این بدبختی ملت ایران، تو این بیچارگی مردم، تو این فسادی که تو مملکت گرفته، اینا رو آوردن راجع به مهدویت کنفرانس تشکیل دادن. این مردک قوچلی 250 کیلویی رفته دعای عاشورا براشون خونده پشت میکروفون. اصلا حیرت آور همینانیه، یه سرلشکر، یه جنرال 4 ستاره ایرانی، شما هم چیز دنیا دیدین؟ دعای عاشورا، چشاش هم بسته، دستاش هم اینجوری کرده، بعد گریه میکنه، کاری که یه مدعا باید بکنه. آخه هیچ چیزی تعجب آور نیست. وقتی که یه سردار نمیدونم سپاه میشه رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس اون طبیله، یا اخوی ایشون که تو شورای نگهبان بوده، اصلا اینجوری که روزنامه های ایران نوشتن سوابق قضایی نداشته، میشه قاضی القضات اون مملکت. و وقتی که یک آدم جانی ستمکار ددمنشی مثل سعید مرتضوی میشه دادستان انقلاب، یا یکی مثل محسنی اژه‌ای میشه دادستان کل کشور، و احمدی نژاد میشه رئیس جمهور، یا اون آقای روزخان میشه رهبر، خب میخوایم مملکت با این همه مشکلات روبرو نشه که مرغ، مسئله مرغ بشه یه مسئله اساسی و معضل بزرگ جامعه، معضل بزرگ جامعه. همینان گرام تو خبرها بود دعا
دانشگاه زندانبانی دارن درست میکنن، که از این پس این زندانبانهای شکنجهگر ددمنش جانی در این دانشکده به طور علمی این مسائل رو یاد بگیرن. تمام لابد وسایل شکنجه و اینا رو هم در آزمایشگاه این دانشگاه خواهند گذاشت. خب تعجب میکنید، هر چی کار خوبه میگن ما کردیم، که اصلا مربوط به اینا نیست. میگن آقا این هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی رو پهپاد میگن، یه همچین پهپاد نمیدونم، من نمیدونم اسمها رو چجوری گذاشتن، نمیدونم. این از رو آسمون با ترفندهای بسیار پیچیده آوردیمش پایین، حالا دروغا. بعد تمام اسرارش رو کشف کردیم و به زودی به طور خیلی زیاد تولید انبوه خواهیم کرد، هواپیماهای بدون سرنشین. یکیشون هم گفته حتی ما میتونیم اینا رو در آینده بفروشیم، چون ما دیگه هیچ چیز نمونده که کشف نکرده باشه از این هواپیما. بعد هم گفتن که این ناوهای هواپیما بر آمریکایی دوتاش با نیروی اتم کار میکنه، یعنی میتونه 16 سال یه بدون اینکه احتیاج به برق و نمیدونم گازوئیل و از این چیزا باشه، میتونه اون ناو پهناور هواپیما برو با 8 طبقه 9 طبقه و 8000 کارمند و 14 سال با این نیروی اتم کار کنه. اینا رو شنیدن این آقایون، اومدن اعلام کردن که جمهوری اسلامی داره زیر دریاییات با سوخت اتمی، ما داریم زیر دریایی های میسازیم با سوخت اتمی. یعنی هرچی دروغه همینان گرام شما در دنیا پیدا میکنید، اینا تا به حال به خورد مردم جهان دادن. برای اینه که وقتی که میگن ما دهنه هرمز رو تنگش رو میبندیم، آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها و آلمانی‌ها و اینا پوزخند میزنن، میگن اینا بیشتر مصرف داخلی داره. وقتی که میگن ما هزاران از این موتور بوتا داریم که میتونیم بریزیم تو خلیج فارس هر نیروی رو نابود کنیم، آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها و اینا میخندن، میگن آقا اینا هنوز پرتن، این حرفا رو برای داخل میزنن. وقتی که میگن اسرائیل اگر یک دونه موشک طرف ما بندازه از صفحه جغرافیایی محو میشه، همه میخندن به ریشه اینا، چون میدونن اینا کیان، چون تجربه اینها رو هم در گروگانگیری و هم در جنگ ایران و عراق دارن. گفتم برای شما اینا 5 سال آزگار پشت مرزهای عراق بودن، نتونستن 4 کیلومتر برن تو بصره، جایی رو که آمریکایی‌ها در عرض 1 هفته گرفتن. حالا بعدن چه بلایی سرشون اومد بگذاریم، اما گرفتن. بنابراین اونا با انواع اسام ماهواره ها و این سرداران محترمی که در رفتن از ایران و خودشونو به غرب رسوندن و بسیاری از اسرار اینا رو پاش کردن، اینا تنها کاری که تونستن بکنن اینه که مثل اون دانشمند اتمی میگفتن که فرار کرده غرب، اسمشو یادم رفته، که بعد زن و بچهش رو گروگان گرفتن، این بیچاره رو برگردوندن. همین چند وقت پیش در یک دادگاه گفتن بله ایشون اومده و پشیمون شده و اینا دزدیدنش از مکه و بردنش در آمریکا و فامیلیش رو یادم رفته این کارو کردن، این کارو که. و خود اون بابا گفت بله منو دزدیدن، من الان اومدم قایم شدم یه جا و بعد برگشت ایران و گل انداختن کردن، بعد بردنش در یه دادگاه محکومش کردن، بعد زندانیش کردن، گفتن جاسوس. زن بچه بیچارش رو گروگان گرفته بود. ما با اینا طرفیم دیگه. حالا اینا رو همه رو میذارن پای پیشرفتای خودشون، موشک و نمیدونم هواپیما بدون سرنشین و زیر دریایی اتمی و موشک های بالا و بلند و بالستیک و نمیدونم بمب، همه اینا تقلیز اورانیوم رو نمیدونم. اما مرغ گرون میشه، میگن این سیاست غربی هست، این جاسوسان غربن و این عوامل صهیونیست‌ها هستن، مرغ رو کم کردن مردم رو ناراضی کن. اونا رو میگن ما کردیم،
اینا رو میگن غرق کرد. دریاچه رضاییه یا ارومیه خوش میشه، میگن این عوامل صهیونیستان که دارن این کارا رو میکنن، دارن این شایعات رو میندازن که چندین میلیارد نمیدونم تن نمک در آینده سراسر منطقه رو میگیره تبدیلش میکنه به کویر لوت. میگن اینا تبلیغات صهیونیستی. دانشگاه یادتونه همینان گرامی، همه جای این مملکت رو ول کردن، اون امام کبیرشون رو توش فقط 3 تا جنازه چال کردن، یکی خود اون امام کبیره، یکی فرض احمد گریانه، یکی 2 نفر دیگه. اما اونجا دیگه اجازه نمیدن کسی یک محوطه چندین هکتاری رو تبدیل کردن به زیارتگاه و مرقد امام. خب اما این دانشگاهی که مرکز علم و دانشه، یه محوطه کوچکیه که با چه زحمتی اینجا پا گرفته و جهانی شده کارش، تبدیلش کردن به قبرستان عمومی، اومدن جنازه شهیدان گمنام رو توش چال کردن. چقدر این بچه های ما کتک خوردن این دانشجوها که نذارن اونجا رو تبدیل به قبرستان بکنن. تو دانشگاه شما هم هیچی همچیز شنیدید در دنیا؟ اینجا وقتی که میرین طرف وست‌وود یک قبرستان سربازان آمریکایی رو میبینید، حدود 2 کیلومتر صدها هزاران آمریکایی خوابیدن در جنگ کره، در جنگ نمیدونم بین الملل دوم، همینطوری در جنگ عراق، در جنگ افغانستان، آرلینگتون در واشنگتن، همینطور در خیلی جا. ولی هرگز شنیدید مثلا در دانشگاه UCLA مثلا بردارن قبرستون درست کنن برای شهدای گمنام؟ حالا اینا هیچی. امروز خبر بود که در این با به اصطلاح جاهایی که مربوط به دولت ساسانی بوده، ساسانیان بوده، دارن قبر سربازان شهید گمنام رو میذارن، شهدای گمنام سربازن. یعنی فردا اگه تو تخت جمشید یهو دیدید که شما اومدن یک گوشه‌ای رو سقاخونه درست کردن و نمیدونم زریح گذاشتن و بعدم گفتن اینجا مرقد شهیدان جنگ، تعجب نباید بکنید. برای اینا مهم نیست، برای اینا مهم سرگرم کردن مردم. حالا مرغ مفقود شده در مغازه ها، در 3-4 تا قیمت هم داره مثل ارز. یه مرغ دولتی 4000 خورده ای، مرغ عمومی 8000 تا، در شهرستان ها تا 9000 تا. خبرم شنیدید که در نیشابور مردم ریختن تو خیابون و تظاهرات در کرمان. یه خبر غیر موثق هم، یعنی هنوز تایید نشده، این که در مشهد هم تظاهرات شدید بوده و یه نفرم کشته شد. اما یه گزارش دیگه نشون میده که در تهران و بسیاری از شهر، کلان شهرهای ایران، اینا از ترس این که این کمبودا که داره خودشو بیشتر و بیشتر ظاهر میکنه، مبادا باعث یک خیزش عمومی بشه، تمام این بسیجی ها و این سپاهیان پاسدار همین اراذل اوباشو آماده کردن برای اینکه بریزن به جان مرد. و این خیلی جالبه، نوشتن که آخه دیدید که اینا مثلا جلوی سفارت انگلیس میریزن، میگن تظاهرات خودجوش دانشجویان. بارها شنیدید یا در که قیافه ها رو نگاه میکنی آدم وحشتش برمیداره که اینا ایرانی هست، اینا کجا بودن؟ پس چرا ما ندیده بودیم اینا رو؟ ما چرا نمیدیدیم قیافه های دژم و احمقانه و همه پیشونی های کوتاه و نشونه های زیادی از بلاهت و حماقت رو در قیافه ها میبینیم؟ بعد میگه اینا قیام خودجوش، حرکت های خودجوش دانشجویان خط امام، دانشجویان، دانشجویان بسیجی. حالا درست تو این شرایطی که الان مردم مرغ ندارن، گوشت نیست، بدبختی، بیچارگی، اینا اومدن گفتن فردا نوشته بخونید، فردا در تهران یک حرکت خودجوش از طرف اگه خودجوش بچه شما یه روز قبل خبر میدید، قراره که در جلوی سفارت میانمار یا همون برمه به خاطر ایذا و اذیت مسلمین میانمار انجام بشه. مردم در
نیشابور که فیلمشو الان خواهش میکنم از وارتان براتون پخش کنه، از بی بی سیه، یه گزارش خیلی جامعیه، تظاهرات امروز نیشابور رو نشون میده راجع به کمبود مرغ. جان نمیدونم چی میگی، نیست دادم بهت که. حالا اجازه بده، تظاهرات نشون میده که نوشته واکنش مختلف مقام های ایرانی به گرانی های اخیر، یکیشه، یکی هم دیگری گزارش که بود بحران همینان گرامی حضرت آیت الگنده مکارم شیرازی هم که شنیدید، بله ایشون میلیاردها خودشون و پسران محترمشون از قبل فروش شکر خارجی استفاده میکنن، حالا مردم هم مرغ نخورده خور نکارن، گفتن ایشون که خب مرغ نمیخوریم برین چیزای طبیعی بخورین، سبزیجات بخورین. اما بعد از این مقام محترم آیت الگنده پرسید شما چیزی را اصلا تو مملکت گذاشتی؟ خب مردم هجوم میارن مثلا به فرض کنید عدس بخورن، خب عدس یه قیمتش میشه 30,000 تومان، میشه 20,000، میشه 15,000 تومان. مملکتی که تا هجوم مردم به خرید یه چیزی شروع میشه برمیدارن احتکار میکنن، خب چه فرقی میکنه؟ حالا مرغ، خب فردا عدس، پس فردا لپه، دیگه چی هست؟ ما یه موقعی بود میگفتیم قضای عمله ها، حالا توهین به عمله ها نمیخوام بکنم، میگفتن عمله ها فرصت ندارن کار بود، عمله شغل بقیده من کسی که کار میکنه شغل شریفی داره، فرق میکنه عمله این اصطلاحی که کارگر ساختمانی، میگفتن این کارگرای ساختمانی شون فرصت ندارن، اکثر اوقات میان نون و پنیر انگور میخورن. شما الان باید جز میلیونرها باشید تا بتونید نون و پنیر و انگور بخورید. یا میگفتن این آبگوش غذای کارگران نمیدونن ساختمانیه، شما خیال میکنید الان آبگوش خوردن جز چه طبقه باید باشید؟ همینطوری بی خودی که نمیتونی آبگوش بخورین که، نگاه کنین مرغو. ولی این جالبه، صحبت حجت الاسلام موسوی دادستان عمومی و انقلاب نیشابور، ایشون گفته شأن نیشابوریان عزیز و بزرگوار خیلی بیشتر از این حرف هاست. من خیلی عذرخواهی میکنم برای یک یا دو عدد مرغ بیاییم در خیابانها راه برویم شعار بدهیم و یک عده از گوش و کنار سوء استفاده بکنن. حقیقتا اگر کسی این حرفها را بشنود باید از این مصیبت گریه بکنند، به حال مملکت باید گریه کنه، نه به حالت اینکه مردم میخوان مرغ بخرن. نیست مردک، ما انقلاب نکردیم برای نان و آب، این حرف امام کبیرشون رو میگه، ما الان تحمل زحمت نمی کنیم برای نان و آب یا احیانا این مشکلات ایجاد شود. ببینید همینان گرام، اینا هیچ وقت نمیخوان مسئله رو، یه مسئله ای که گریبانگیر مردمه، حل کنن، چون شعورشو ندارن، چون اینا برای حل کردن مسائل نیومدن، اینا برای خرابکاری اومدن، نه که نتونن، نه که نخوان، نمیتونن. بنابراین اصل صورت مسئله رو پاک میکنن، ارز گرون میشه، میگن آقا ارز نخرید، قیمت ارز رو آزاد میکنن، به هر مسافر ایرانی که میمد بیرون ارز دولتی میفروختن، حالا میگن نداری، مجلس تصویب نامه میذاره نمیدی. نه اینو برای خودشونا، نه خودشون که مرتب در حال مسافرت خارج هستن، اینا رو برای مردم، مردم رو آزار بدن، مردم رو اذیت کنن، وگرنه برای خودشون که همه امکان. متجاوز از 3,000 میهمان خارجی رو دعوت کردم، من نوشته بودم اومدم تو برنامه‌ام گفتم 1,500 تا از قول روزنامه‌های خودشون، بعدن گندش در اومد 3,000 خورده‌ای. بعد نشون میده توی فیلم که قضا دارن میدن به این 3,000 خورده از نخبگان 85 کشور جهان. شما اینجا تو گرونترین رستوران‌های لس آنجلس اگر بری، یه رستورانی هست که برای شما کباب سیخی رو میاره که فیله و نمیدونم این چیزاست، بعد شما اون طرف سرو میکنه سر میز، این خیلی گرانه دیگه، حتی اینجا خیلی گران. توی سر میز نشون میده که این خواهران و برادرانی که از 85 کشور جهان برای مهدویت به ایران اومدن، سیخهای کباب رو نشون میده، اینطوری دارن کباباری میریزن روی غذاشون و با چه ولعی اینا نگاه میکنن. حالا بگذار این که هتل و هواپیما و
حاج خانوما و حاج آقا میان و خرید میکنن و بهشون هدایا میدن، مقام معظم روزخانه بزرگ و اینا. بعد فکر کنید این مردم ما با تحقیر از ساعت 7 صبح نمیشه تا 7 شب برای خرید مرغ میتوانید مراجعه کنید به نرخ دولتی، یعنی 6 کیلومتر باید تو صف باشید، ساعت 4 صبح باید بیاین تا ساعت 7 بعد از ظهر که مرغ بخرید. دیگه تحقیر بهتر از این میخواید؟ اما یه خبر جالب بهتون بدم، این قطر رو هممون میشناسیم، یه شیخه که مسخرهی که اومده تو خلیج فارس برای خودش شده یه قدرت، تلویزیون الجزیره رو گذاشته، بعد از عربستان سعودی تبدیل به بزرگترین قدرت منطقه شد و در بسیاری از مسائل منطقه از جمله غیر منطقه در شمال آفریقا، در لیبی، در تونس، در مصر، الان در سوریه حرف اول رو قطری ها میزنن. خیلی جالبه. در پارس جنوبی هم که میدونید با ما شریکه، 13 برابر ایران داره از نفت و گاز پارس جنوبی استفاده میکنه، متجاوز از سالیانه 100 میلیارد دلار داره از نفت و گاز پارس جنوبی قطر بهره برداری میکنه. خب حالا قطری ها اومدن در ایران زمین اجاره کردن که بعدن بخورن، براتون خبره میخونم. به رغم انتشار اسنادی مبنی بر دستور وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران برای واگذاری زمین‌های مناسب کشاورزی به سرمایه‌گذاران قطری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد ایران روز دوشنبه امروز واگذاری زمین به اتباع قطر را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهروز علی شیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران که از زیر مجموعه های وزارت اقتصاد است گفت که این خبر به هیچ عنوان صحت ندارد و افزود که ما به هیچ عنوان تحت مقررات موجود نمیتوانیم زمین و یا ساختمانی را به خارجی ها واگذار کنیم. درسته؟ این تکذیبی در حالی است، اینو سایت فردا، رادیو فردا گزارش داده، این تکذیب در حالی صورت میگیرد که خبرگزاری فارس روز یکشنبه متن 3 نامه از وزارت اقتصاد و 2 نهاد دیگر را منتشر کرد که در آن برای معرفی زمین‌های کشاورزی مناسب برای طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده است. بر اساس گزارش این خبرگزاری در متن نامه وزارت اقتصاد به سازمان‌های اقتصادی سراسر کشور مورخ 12 تیر ماه امسال آمده است که با توجه به رایزنی های به عمل آمده از سوی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در قطر، مسئولین قطری آمادگی خود را جهت اجاره زمین های کشاورزی کشورمان اعلام کردند و لذا خواهشمند است دستور فرمایی ضمن انعکاس مراتب به سازمان جهادی کشاورزی در استان و نمایندگان بخش خصوصی استان در این حوزه مشخصات زمین های کشاورزی مناسب جهت معرفی به طرف های قطری به نحو مقتضی اخذ و جهت بررسی به این دفتر ارسال شود. حالا میگه که این زمین ها در استان کرمان برای قطری ها در نظر گرفته شده و در جیروف و حلیل رود در جنوب استان کرمان خبر داده که به خاطر شرایط ویژه آب و هوایی و حاصل خیزی خاک در این منطقه به اونجا هندوستان ایران لقب دادن. یعنی همه نوع محصول از برنج، از پنبه، از مرکبات در این منطقه، در جیروف و حلیل رود. بسیار من رفتم فیلم گرفتم از اونجا، رفته بودم در تلویزیون کرمان و ما رفتیم در یک ماموریت در همینجا در جیروف و حلیل رود، یک منطقه حاصلخیز بی‌نظیر و زیبا. آقایون قطری ها اومدن چندین هکتار، اول که خب نمیگن خریدیم، که به عنوان اجاره زمین. ببینی چه خبره امیرانی گرام. حالا پارس جنوبی که پدر ما رو در آوردن، هیچی، دارن میبرن همینطوری تاراج دارن میکنن، حالا افتادن سر زمینامون. بعدم میدونی که خاک میخرن از ایران، خاک و آب، آب و خاک از ایران شیخکای جنوب خلیج فارس میخرن.
یعنی تو این کانتینرهای بزرگ خاک از ایران میبرن اونجا که مطبوعات خود ایران اعلام خطر کردن. اینم یه شیرین کاری که باید لازم بود همینان گرامی ازش آگاهی پیدا میکرد. اما یادتونه که گفتن میبندیم تنگه هرمز رو، میبندیم، ما اجازه نمیدیم از اونجا کسی عبور کنه. حتی پیشنهاد دادن مجلس که هر برای هر بشکه نفتی که از اونجا میره 3% اینا مالیات بگیره جمهوری اسلامی. گفت عجب پولیه، حدود 70-80 میلیون بشکه در ماه از اینجا، شاید هم بیشتر، من رقم ها رو من ولی اون هم رو همون شب گفتم. خب 3% هر بشکه پول، هر بشکه نفت رو ما بگیریم، میدونی چی میشه؟ بعدم با این عقلای کوچیکشون گنجشکیشون نشستن محاسبه کردن، خب حالا ایرانی که غارت کردیم، همین کارا رو کردیم، حالا چه بهتر از این نفتان پول بگیریم و ببینید چه موقعیتی برای اون پیش میاد. همینان گرامی، من در این برنامه سعی میکنم، یک بارم گفتم، گزارش هایی که از تلویزیون ها و یا رادیوها پخش میشه یا خبرگزاری ها پخش میکنن در مورد مسائل ایران، اینا رو جمع آوری کنم و بعضی هاشون رو به آگاهی شما برسونم، چون همش که فرصت ندارم. یه زمانی بود مرحوم امیرانی همیهنان گرامی مجله خواندنی ها رو میداد که توضیح میخوام در این مورد بدم. من خیلی جوان بودم و میگفتم که چون کار مطبوعاتی میکردم یه موقعی، خب در کیهان سال بعد آمدم در مجله امید ایران و یه مدتی هم در خود خواندنی ها بودم، فکر میکردم که این آقای امیرانی، آخه این مجله نمیشه که ور میداره تمام این مطبوعات رو میخونه، یا اونایی که اونجا کار میکردن که تعدادشون هم زیاد بودن. میدونه آقای امیرانی چاپخانه داشت، مرد بسیار مبتکری بود، آدم بسیار جالبی بود. من یک بار دلم میخواد بیام و سرگذشت این آقای امیرانی رو بر شما بگم برای نسل جوان، تا شما ببینید که این آدما برای رسیدن به اون مقام ها و اون ثروت واقعا حقه‌بازی نکردن، زحمت کشیدن. این آقای امیرانی بلند شده از اون شهرک که زندگی میکرده، آمده در تهران، هیچ چیز پول نداشته، هیچ جا جای خواب نداشته و میاد میره این ور اون ور مطالعه میکنه، یا همشریشو گیر میاره، خلاص یه مدتی اونجا میخوابه، پولم نداره، یه غذا هم نمیتونسته بخوره، اینقدر بی پول بوده. به این آدم میگه آقا این روزنامه که شما میبری میدی به پست، اینقدر بهش پست تمریزنی، من میتونم اینو در تهران، منظورش من اینا رو برات پخش بکنم، نصف این پول بدی به من. اون طرف میگه مگه تو میتونی بچه این کارو بکنی؟ من اینجوری میکنم، پست میکنم برای اینجا اینجا اینجا. میگه آقا من این کارو میکنم، فقط شما برای من یه دوچرخه بخری و اگر من این کار نکردم دوچرخه منو پس بگیره. از اینجا شروع میکنه، در روزی 9 ساعت 10 ساعت با این دوچرخه پا میزده، میرفته این روزنامه که بعد میرسونده در خونه ها، میرسونه و میاد نصف اون پولی که باعث پست بوده، تازه دیرتر هم میرسده، به این میده. از اینجا میاد بالا، آدم مبتکری بود. حالا این آدم صاحب بزرگترین مؤسسه چاپ شد تو ایران، فوق العاده، مجله خواندنی ها یکی از پر کننده ترین مجلات. حالا منظورم اینه که یه موقعی این تمام نوشته ها، یعنی این گل سرسبد مطبوعات رو، نوشته هاشون رو جمع میکرد در خواندنی ها. شما وقتی خواندنی ها رو باز میکردی مثل که تمام مجلات داری میخونی، به اضافه سرمقاله های بسیار جالب خود امیرانی که این مرد رو گرفتن کشتن. چرا؟ دادگاه عدل الهی بود دیگه، دادگاه آقا امام زمان بود. این مرد رو یه دفعه گرفتن ول کردن، دفعه دوم گرفتن اعدامش کردن، فقط به جرم اینکه یک روزنامه نگار برجسته ایرانی بود. حالا عقیدش این بود که از رژیم گذشته دفاع کرد، عقیدش بود، و این حیوانات اومدن اون رو کشتن. نه دستش به خون کسی آلوده بود، نه پول کسی رو خورده بود، نه کاری جنایتکارانه کرد، یه روزنامه نگار بود، کشتنش. خیلی ها رو این کار کردن، بسیاری از رجال گذشته رو ناحق کشتن و متاسفم من بگم که خیلی از اون آدمایی که دم از
آزادی خواهی هم میزدن اینا رو تایید کردن. عمیانانی گرام، حالا بعضی وقتا من تصورم اینه که چقدر خوبه آدم بعضی از نوشته ها، بعضی از گفته ها، بعضی از فیلم های تلویزیون های مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل رادیو زمانه، مثل رادیو دویچه وله، اینایی که همه قادر نیستن در روز اینا رو ببینن، آدم بیاره. خب مجوزش هم اینه که اسم خود اینا چم پخش میشه دیگه، ما می نویسیم که بی بی سی یا می نویسیم صدای آمریکا. مثلا اون مسئله خوندن دعای این سردشکر قوچلی رو من در صدای آمریکا در برنامه آقای مهدی فلاحتی دیدم که خیلی براش ارزش قائلم. مهدی فلاحتی یک ژورنالیست واقعا فوق العاده است، کارش رو هم از گذشته میشناسم، هم در رادیو فردا و هم الان در صدای آمریکا. یه مدتی اومدم براش پاپوش درست کنن، نشد. برنامه خیلی جالبی داره الان در صدای آمریکا. این فیلم اینا رو گشتور پخش میکرد، خیلی جالب بود. همین سردشکر قوچلی با سایه دعای عاشورا میخونه. بعد خیلی از این فیلم های جالب که دارم میخواست داشتم پیدا نکردم. حالا صدای آمریکا یه مطلبی نوشته راجع به موزه هنرهای معاصر. من اینو دیدم، حیفم اومد برای شما نخونم. و دلم میخواد این مطلب رو شما ببینید، عمق فاجعه رو ببینید چقدر. بیشتر مطلب رو میخونم براتون تا ببینید چه خبره. میگه بر اثر باران‌های اخیر تهران، ساختمان موزه هنرهای معاصر دچار آسیب شده است. سقف گالری‌های پایینی دچار نشت آب شده و باغ مجسمه‌ها را نیز آب گرفت. یه باغی درست کرده بودن که این مجسمه‌ها رو گذاشته بودن توش. تمام اونجاها رو آب گرفت. حالا بقیه روش کن. مدیریت موزه برای نجات تندیس‌های گرانبهای باغ مجسمه‌ها از کارگرانی کمک گرفت که هیچ تجربه‌ای در جابجایی آثار هنری نداشتند. این کارگران با بیل و کلنگ به گودبرداری پیرامون مجسمه‌ها پرداخته و برای بردن مجسمه‌ها به جای امن‌تر و امکانات اولیه از امکانات اولیه استفاده کردن. یعنی با بیل و کلنگ و تناب گرفتن به بیخ خیر مجسمه‌های گرانقدر کشیدن و بعضی های بیشتر اینا هم خراب کردن. پیامده به کارگیری چنین شیوه‌هایی آسیب دیدن دو تندیس آلبرتو جاکومتی، هنرمند برجسته سوئیسی بود. دو تندیسی که بنابر برآورد کارشناسان موزه هنرهای معاصر نیویورک، هر کدام بیش از 100 میلیون دلار ارزش داشته. درست شنیدید، دو تا مجسمه 200 میلیون دلار. اینا مجسمه های بی نظیر بوده که در ایران بوده. حالا میگم براتون. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران موزه این تندیس ها را از دید خارج کرده و در این باره نیز تا به حال سکوت کرده بوده. باغ تندیس های موزه هنرهای معاصر تهران یکی از غنی‌ترین موزه های آسیاست که آثار بی نظیری از هنرمندان برجسته جهان را در خود گردآوری کرده. آثاری که به سفارش فرح پهلوی، آخرین ملکه ایران، به بهای چند ده میلیون دلاری خریداری شده و امروز بیش از 3 میلیارد دلار ارزش دارد. 3 میلیارد دلار. آسیب به آثار هنری معاصر در موزه های ایران مشمول مقررات اخلاق حکومتی هم شده است. مثلا پس از انقلاب یک روسری بر سر مجسمه زن در باغ همین موزه افزودن تا رعایت حجاب شده باشد. این افزایش یا کاهش اثر هنری ناقض اصول موزه‌داری جهان مبتنی بر حفظ بیکم و کاست ساختار آثار هنری است. و اشتان سر مجسمه لچک کشیدن. میدونید که اون کس هنرمندی که خلاقیت به خرج میده، فکرشو به کار میندازه و این تندیس رو میسازه، اینا برمیدونن به اون کار هنری اون یه لچک هم اضافه میکنه. یعنی اینا جرمه. بیش از 500 تابلو، گوش کنید، بیش از 500 تابلوی نقاشی از هنرمندان برجسته جهانی از جمله فرانسیس بیکن، رنه مکریت، پابلو پیکاسو، سالوادور دالی، جکسون پولاک، مونه، خوان میرو، ماکس ارنست، اندی وارهول،
و ده ها هنرمند دیگر که از سراسر جهان خریداری شده در رژیم گذشته، امروزه در انبارهای موزه هنرهای معاصر تهران در شرایطی نه چندان استاندارد نگهداری می شود. دولت ایران بر این آثار مهر هنر منحط قرض زده و آنها را محکوم به حبس خانگی کرده. حاصل این که مردم، دانشجویان و دوستداران هنر جهانی در ایران از دیدن این هنرها محروم هستند. امروز به شیوه مدیریت موزه های هنرهای معاصر تهران با انتقادات جدی کارشناسان روبروست. این کاراشون، موزه‌ای که به خاطر غنای آثارش برخوردار از شهرت جهانی است. منتقدان میگویند مدیران کنونی به موزه‌ای برخوردار از آثار هنری چندین میلیارد دلاری همچون یک انبار کالا نگاه میکنند. بخش بزرگی از این آثار که حتی با معیارهای اخلاقی تعریف شده حکومتی ایراد دارند، با این همه این مرکز بزرگ آموزش و شناخت عمومی از هنر به منظور تعالی ذهن و نگرش انسانی سرمایه های خود را در مخازن بسیار عقب افتاده نگه داریم. همین متاسفم. یه عده جاهل دیگه، از جوحال چه انتظاری دارید؟ سپاسگزارم همینان گرامی که به برنامه من توجه کردید. با برنامه فردا، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.